سلام به دوستای عزیز و رفقای بامرا. میگم چند روز پیشا این نمیر و دوله نظام، یعنی همون جنتی لعنتی، حرفایی زد که هم کفر بود و هم سوژه خنده. ملاحظه بفرمایید. امام خمینی را میتوانیم در ردیف انبیاء بنی اسرائیل بدانیم. البته انبیاء بنی اسرائیل درجات متفاوتی داشتند و همگی در یک درجه نبودند. آنچنان که امام به نسل ما معرفی شده، به نسل نو معرفی نشده است. در دانشگاه‌های ما باید کلاس امام شناسی تشکیل شود تا امام را مثل نسل اول بشناسند. بله، حالا اگه سوالتون شده که تو کلاس امام شناسیشون چی میخوان درس بدن، این یکی هم ملاحظه بفرمایین. به طور انقلابی عمل کرده بودیم، قلم تمام مطبوعات را شکسته بودیم و تمام مجلات فاسد و مطبوعات فاسد را تعطیل کرده بودیم و رؤسای آنها را به محاکمه کشیده بودیم و حزب‌های فاسد را ممنوع اعلام کرده بودیم و رؤسای آنها را به سزای خودشون رسانده بودیم و چوب‌های دار را در میدان‌های بزرگ برپا کرده بودیم و مفسدین و فاسدین را درو کرده بودیم. این زحمت ها پیش نمی آمد. دبیا، بنده موشکافم خیلی موافقم که این کلاس خمینی شناسی رو هرچه زودتر برای عموم جوانای جدید و حتی جوانای قدیمم بذارین، تا اونایی که اون هیولا رو ندیدن ببینن و اونایی هم که یادشون رفته یادشون بیاد که اون چه هیولایی بود و از اول چه نقشه‌هایی برای مردم ایران تو کلش بود. اما رفقا، اینطور که پیداست شعار مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی، بعد جوری آخونده رو ناکار کرده. به خاطر همینم از که از یه طرف جنتی لعنتی پیشنهاد کلاس امام شناسی میده، از اون طرف پاسداراش مقر میان که ملت تا کجا از خمینی و خامنه ای متنفرن. دشمن امروزه با برجسته سازی برخ از مشکلات و گرانی و برخ از مفاسدی که وجود داره، داره الغا میکنه که بابا قبل از انقلاب مردم در رفاه و آسایش بودن، نه گرانی بود نه این تورمی وجود داشت و اساسا امام اشتباه کرد انقلاب کرد. این که بعضی ها میگن انقلاب چه دست آوری داشته؟ وقتی خمینی و اینطوری مچاله میکنن، تکلیف خامنه ای هم روشنه روشنه. ببینین چطوری مغر میان و میگن عظما ورشکسته شده. ولایت زمانی میتواند در مملکت ما بماند که پشتوانه اجتماعی همچنان نسبت به حاکمیت قوی باشد. وقتی ما پشتوانه نداشته باشیم، یعنی هیچی نداریم. کسانی که مدعی‌اند ولایت فقیه باید در جامعه اول و آخر حرف را بزند، باید تلاش کنند که مردم از حاکمیت رضایت بیشتری داشته باشند. وای، البته مردم ایران که 40 ساله از عظما و امامش متنفرن. این حرفا برای خودیاشون که شرشور در حال ریزش و از خمینی ملعون و عظما قیچی شدن. بله رفقا، اینجوری هست. هرچی به زمان رپتی پتو شدن عظما نزدیک میشیم، این حرفا هم بیشتر میشه. مرحمت زیاد دوستان.